عرض ادب جام دکتر، حالا که قرار به روزخانیه اجازه بدین که به هر حال یه مقدار ما هم یه روزه مختصری بخونیم. فرصت بیبدیلی حضرت عالی جناب آقای معصومی‌نیا، جناب بلده شهردار محترم و عزیزان حضور دارن. اجازه بدید برخی دغدغه‌ها هم مطرح بشه وقتی عزیزان هم دغدغه‌های خودشون رو مطرح میکنن. اولا که این رو به عنوان یک اصل این اصل لایتغیری وجود داره و اون اینه که توسعه سواحل مکران، این رو خدمت خانم دکتر ابتکارم عرض کردیم، ما در ترمینولوژی جغرافیای سیاسی چیزی به نام مکران یا مکران نداریم جناب آقای موثقینی، این مکران هست و با کسر میم زم و شد که مکران. تمنا دارم که حضرت علی عنایت رو این قضیه داشته باشید. توسعه سواحل مکران دغدغه مقام معظم رهبری هست، یک اصل برگشت پذیر نیست. همه ما، همه کسانی که دور این مجموعه نشستن، همه مجموعه های مردمی باید این رو به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نظر بگیرن و با تلاش بکنن. اما آیا این توسعه نباید متناسب با مؤلفه های توسعه پایدار باشه؟ خب قطعا مد نظر مقام معظم رهبری توسعه پایدار منطقه هست. یک سوالی رو من از عزیزان مطرح میکنم، این که چرا هنوز که هنوزه واقعا مجموعه های مردمی، هنوز اون دیوار بیعتمادی بین مجموعه پتروشیمی و نهادهای مردمی هنوز که هنوزه وجود داره، دیواری که شاید به عظمت کوه اورست باشه. قطعا یک بخشش رو من فکر میکنم که در واقع سوء برداشت هایی که مردم دارند از مجموعه پتروشیمی تاثیر گذاشته رو بلندای این دیوار. برخی گویی جوی تصور میکنند عزیزان ما، زحمتکشان ما در حوزه پتروشیمی غولهای بیشاخودمی هستند که اینجا اومدن صرفا یک سری منافع اقتصادی صرف دارند و قرار اینجا ببرند و بخورند و بروند، و قطعا این گونه نیست. ما عزیزان ما در حوزه پتروشیمی از رأس هرم جناب آقای موثقینیا گرفته، سایر عزیزان جناب آقای جعفری، آقای خان احمدی، جناب آقای دکتر ذوقی، همه اینها افراد خدوم انقلابی هستند که واقعا زحمت میکشند، تلاش میکنند و قطعا هم نگاه مردمی هم دارند. لذا حتما باید عزیزان ما در مجموعه مردمی این نگرش ها رو دور بندازن، همچین چیزی نیست و واقعا مجموعه پتروشیمی اومده که یک بخشی از معضل بیکاری مردم رو مرتفع بکنه. اما این سکه یه روی دیگر هم داره، این رو هم باید قبول بکنیم که برخی نگاه ها از سوی برخی مسئولان پتروشیمی هنوز که هنوز نگاه از بالا به پایینه، هنوز واقعا جنس دغدغه های مردم رو یا نمیخوان بفهمند یا درک نمیکنند یا فقط در صدد توجیه آوردن هستند. عزیزان، یکی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار سهیم بودن جامعه محلی در امر توسعه است. توسعه صرفا این نیست که شما ساختمون بسازید، واحدهای یوتیلیتیتون رو فعال بکنید، لوله کشی بکنید، گاز بیارید، اینها یک بخش توسعه است. توسعه باید در شاخص های انسانی مردم اتفاق بیفته، چیزی که ما الان در چابهار به زعم خود عزیزان ما در استانداری و فرمانداری در پایین ترین شاخصه های کشوری و استانی قرار داریم. لذا اگر هم میخواییم که مردم ما با توسعه آشنا بشند، حتما از ظرفیت های مردمی باید استفاده بشه. همین الان تو مجموعه‌ای که الان از پتروشیمی اومده، من یک نفر از مجموعه خود مردم اینجا رو نمیبینم، چه بسا جناب آقای جعفری عزیز دل بنده است، خیلی هم انسان وارسته‌ایه، ولی اگر به جای ایشون یکی از خود مردم اینجا این نگرانی‌ها رو با مردم مطرح می‌کرد، چه بسا که خیلی از این دغدغه‌ها وجود نداشت. عزیزان، وقتی تدبیری برای آموزش نیروی انسانی برای اینکه فردای پتروشیمی رو مدیریت بکنن در خود مجموعه مردمی نداریم، این حق رو به مردم بدید که یک مقدار نگران باشن. به هر حال همونجور که آقای موثقینیا فرمودن، در عراق مردم هنوز، در زنجان مردم گله‌مند هستند. ما موارد متعددی رو داریم که در اصلویه جای دیگه هنوز مردم میگن که این چه بلای آسمانی بود که سر ما اومد. البته بنده میدونم که صورت سوال ما با صورت سوال اصلویه زمین تا آسمون فرق داره، پتروشیمی ما ان شاء الله که پتروشیمی پاکی خواهد بود، اما آیا بالاخره متولیان امر پتروشیمی به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی معتقدند یا نه؟ آیا نباید نسبت صحیحی بین توسعه ملی و توسعه ملی تعریف بشه؟ آیا اینکه عذرخواهی میکنم این نکته رو قبلا هم گفتم، که چند تا کولر به برخی مدارس اینجا بدیم، تو گویی آب نبات چوبی رو به مردم بدیم و در غلطان رو ازشون بگیریم، با اون نگاهی که مقام معظم رهبری نسبت به توسعه سواحل مکران دارن، این سازگاری داره؟ همین الان جناب آقای فرماندار باعث ناراحتی بنده است و مردم هم روی این نکته اعتراض دارند که ما خود مجموعه شهرستانی افراد متخصصی داریم، رشته های متفاوت، رشته های بحث های ایمنی HSC، استفاده نمیشه از این ظرفیت ها. حتی من اینو خدمت عزیزان یک بار به صورت گلم مطرح کردم که حسابدار رو وقتی همین الان ما بخوایم از تهران بیاریم، طبعا فردا روز ما برای ساده ترین نیروهای کار هم این اتفاق میفته. این نگر از یک جهت نقد های غیر کارشناسانه ای که به پتروشیمی میشه،
نقدهای احساسی که بعضن بعضی از عزیزان میکنن، این نباید ما رو غافل بکنه از برخی نگرانی های منطقی و کارشناسی. من این خواهش رو از عزیزان ما دارم و البته واقعا اشخاص بسیار قابل احترامی هستند عزیزانی که در مجموعه پتروشیمی دارن به شکلی جهاد هم میکنن، تلاش میکنن. اما در خصوص جلسه امروز جناب آقای دکتر، واقعا عزیزان ما در پتروشیمی دیپلمات‌های خیلی خوبی هم هستند. جناب آقای موثقی نیا می‌فرمایند که عزیزان امروز نکته‌شون رو در عنوان بکنند که بعداً هیچ کس نیاد و متعرض نشه. نه جناب دکتر، قطعاً شما فعال مایشا که نخواهید بود. بعد ما در مورد کلیت این موضوع، هرچند این رو باور دارید که مجموعه های شهر مردمی هنوز این گله رو از آقای دکتر درویشی دارند که قش ایشون به سمت توسعه ملی به جای اینکه به سمت توسعه محلی باشه، اون وقت ما می‌بینیم از نظر شما تازه ایشون خیلی متولی توسعه محلی شدن در مقابل توسعه ملی، در حالی که باید یک نسبت صحیح فرمایشاتی که عزیز ما داشتن، نسبت صحیحی بین این توسعه ملی و محلی اگه تعریف بشه همه دغدغه ها رفع خواهد شد. عزیزان تو همین مسیر جیم تعدادی از کشاورزان وجود دارند، کشت دیم دارند، سالیان سال خیلی هاشون پرونده کمیسیون ماده 56 دارند به اذعان عزیزان ما در منابع طبیعی. خب این وظیفه شماست که به شکلی این تملک بکنید، اینها رو راضی بکنید. البته ابدا امر غیر ممکنی نیست، با یک تدبیر خیلی راحت میشه با این عزیزان نشست، قانعشون کرد، به شکلی راضیشون کرد. و به هر حال اینجوری هم نیست که ما الان با این نقطه وقتی موافق باشیم، این مفهومش این هست که پتروشیمی در اون منطقه فعال مایشا خواهد بود. اینجا یک گله‌ای رو هم از مجموعه گردشگری داریم جناب آقای دکتر. بالاخره سال 96 قرار بوده استان سیستان و بلوچستان مقصد گردشگری ایران باشه. عزیزان ما در حوزه گردشگری قبول هم داریم که این نوار ساحلی یکی از زیباترین نقاطش، حالا من نمیخوام وارد وادی اغراق بشم ولی واقعا حالا نمیگم در آسیا ما موارد این چنینی، شما خودتون شهرهای ساحلی زیبای آسیا رو قطعا رفتید، قطعا چابهار رو با این نوار ساحلی رو میشه مقایسه کرد. آیا دغدغه های گردشگری اینجا وجود نداشت در این حوزه که هیچ در واقع ریاکشنی از عزیزان ما در حوزه گردشگری نداریم؟ عزیزان من مصدق بیشتر نمیشم، با عنایت به محرومیت عجیب و غریب این شهرستان، واقعا وقتی شاخص های انسانی رو مقایسه میکنیم حتی با شهرستان اطراف، ما این انتظار رو داریم که حتی یک نهاد اقتصادی مثل پتروشیمی هم، درسته که ماهیت اقتصادی داره اما به هر حال اون مسئولیت اجتماعی خودش رو در کنار دغدغه‌های زیست محیطی ان شاءالله رعایت بکنه. و پایان سخن این که توسعه پایدار مکران منوط به توسعه انسان مکران نیست. متشکرم.